دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن. ای من ای ما کن سر چشمه منم دور از تو اندیش به بنام آینده خانی کجا بدام ای دشمنت تو سنگ خاری من آهنم جان من بدای خاک خاک میهنم دوستان گرامی خوش آمدید. فاصله میگیرم از میکروفون برای اینکه علاقه زیادی هم چیز ندارم. صدای من فکر میکنم به شما ها میرسه. به من محبت شده که زندگی نامه آقای امیری رو باز میکنم. ولی نگاهی کردم به دوستان، دیدم همه این دوستان محمد امیری رو بیش از من میشناسن. و اینکه به رسم همیشگی بگوییم محمد امیری در سال 1330 در کجا به دنیا آمد، از خانواده که بود، کدام مدرسه رفت، مدرسه البرز رفت، کجا رفت دانشگاه، راستش دیدم که نه، این چیزی که درباره محمد امیری در این سوانسو نوشته شده اون چیزی نیست که خودش علاقمند بوده در بارش نوشته شده. تمام این مسائلی که نوشته شده در این سوانسو و ویکی‌پدیا و مقاله های دیگر همه یک ذره بین گذاشتن در زندگی گذشته آقای امیری در مورد مسئله باورش به سازمان های چپ و همه تلاش کردن از اون منظر نگاه کنن، در حالی که اگر عینکشون رو کمی جا به جا میکردن و کارنامه رو نگاه میکردن که این کارنامه نشون میده که محمد امیری در گذر زمان چه کارهایی کرده تا 60 و چند سالگی، کارهایی رو که از 18 سالگی تا 20 و چند سالگی کرده بود رو مطرح نمیکردن. چرا همچین چیزی مطرح میشد؟ برای اینکه جامعه ما با خودش یک نوع قهره. قهر نه به مفهومی که با یکدیگر آشتی و قهری، قهر به مفهوم نابود کردن یکدیگر. یعنی اصلا نگاه نمیکنه که این فرد چه کرده، در ترازوی انصاف خودش چی باید بگذاره که محمد امینی رو بشناسه یا نشناسه. و در این گذر تمام کسانی که در این زمینه بیشتر تلاش کردن که او را اذیت کنن از نظر زندگی نامه، کسانی بودن که با خودشون در دوران جوانی هم دوره بودن، عضو کنفدراسیون بودن، بخش دیگری از کنفدراسیون رو نمایندگی میکردن، یه عده لنینیست بودن، یه عده مارکسیست بودن، فقط یه عده مارکسیست لنینیست بودن، یه عده ماویست بودن. و در این گذر اون اختلافهای اون دوره که داشتن هنوز هم بزرگ نمایی میکنن و فکر میکنن که اون فرد هنوز در همون باور و همون دیدگاه هست و باید باشه یا نباشه. و منظر انتقادشون هم همینه. برای همین من تفره رفتم از معرفی کردن آقای امینی. راستش من با آقای امینی
یک گفتگو کردم به بهانه زندگی نامه که ایشون بازگو بکنه که زندگی نامش چیه. در این شماره از مجله که در اون سالهای طلایی خودم منتشر میکرده، گفتم نکنه با طلایی دوران امام اشتباه بشه. در دورانی که هنوز باور داشتم که میشود در جامعه ایرانی کاری کرد، در یکی از شماره ها آقای امینی رو معرفی کردم و از خود ایشون به فارسی پرسیدم و به انگلیسی هم همینطور هر دو هست. و به نظر من به زندگی نامه ایست که از ایشون میشد در اینجا گذاشت. زندگی نامه کاری خود ایشونه، یعنی در اینجاست که میگه چرا دست زده به نوشتن کتابی درباره دکتر محمد مصدق، میگه که چرا این حاشیه نویسی ها و پانویسی ها رو به صوفیگری و شیعیگری افزوده. دریغا که دشمنان و مخالفان از این کار آقای امینی که در غرب بسیار رایج است نقد کردن که ایشون خواسته کتابسازی بکنه، نگاه نکردن ببینن که یه آدمی رفته تمام آثاری رو که کسروی اگر نوشته و بهشون اشاره کرده، من آنده باید ببینم به چی اشاره کرده و کجا دنبالش بگردم، اونجا پانویس داده که منظورش در این سخنیست که در تاریخ بیهقی آمده و من نیازی ندارم حتما کتاب تاریخ بیهقی داشته باشم و صفحه 670 رو بیام پیدا کنم در سطر 12. به من این نشانی رو میده. تاریخ نگار یک پژوهشگر کارش همینه. من از همه شما پوزش میخوام که قرار بود درباره زندگی نامه ایشون صحبت کنم، ولی فکر کردم که همه شما محمد امینی رو بیشتر از من به سبکی میشناسیم که خودتون باور دارید. یعنی ایشون رو در از دریچه چشم خودتون اونگونه میبینید که ممکن است من نبینم و یا ندیده باشم. در برنامه امروز شماری از دوستان سخنرانیشون رو از این سو و اون سو برای ما فرستادن و خواهید شنید و دید و شماری از دوستان هم اینجا حضور دارن و سخن خواهید گفت. یک نکته که باید آخر بگفتم الان میگم و اون است که تمامی این کوشش ها رو آقای فرهاد مافی کردن و من اونجا فقط نقش مجری دارم ایستادم که حرف بزن. دیگر این که در پایان برنامه همه دوستانی که از ایشون خاطره ای دارن و میخوان نقل کنن آزاد هستن که نامشون رو بنویسن و من بهشون یه دو دقیقه وقت بدم که بیان و بحث ما این است که از یک فردی یاد کنیم که زندگی خود رو صرف خواندن و نوشتن و پژوهش کرده. یادش گرامی باد. اجازه بدید که از اینجا به بعد من از آقای مافی درخواست کنم که یکی از ویدیوها رو که سخنان خواهر ایشون فریبا امینی هست برای ما پخش کنن و ما هم همه با هم بشنویم. دوستان گرامی اگه لطف کنید تلفوناتون رو سایلنس کنید چون ما اینا رو اینو ضبط میکنیم، یک دنیا ازتون ممنون میشه. با سلام و درود به همه شما دوستان عزیز محمد، از آقای فرهاد مافی و بقیه دوستان تشکر میکنم که این برنامه رو به یاد محمد به راه انداختن. من میخواستم مدتی راجع به محمد صحبت کنم و این ترجیح دادم که یه قسمت های از این کتابی که به زودی منتشر خواهد شد و خاطرات جوانی، بچگی، جوانی و
coincided with the Persian New Year. The final was my four brothers and I, with our parents and a chauffeur called Mahmoud Aghal, in our old black Mercedes, who traveled the whole of Iran. Mahmoud always had a notebook with him, writing a journal of all the places we visited. He had a keen eye and a big heart. He would talk to the villagers and ask all kinds of questions. 2 years in a row, we went from north to south and then east to west. We never stayed in a hotel or motel, as my father knew so many people in each city or town. Mohammed had asked my father to bring medications the next time we go on these trips, and we would distribute the medications among the villagers. Mohammed was giving a talk in Florence, Italy. The Iranian community had invited him in this beautiful salon depicting the beautiful art of Italy. It was a majestic hall. Before Mohammed started to speak, and pointing to a poster on the wall, he said, "If this had been anywhere else, I may have agreed, but not in one of the oldest, grandest, and art havens of the world, that is Florence." The poster had said, "Honar nazd Iraniyan ast o bas." Mahmoud had a great and subtle sense of humor. There he was referring to a famous saying, "Art can only be found among Iranians, only them." Irvine, California. Oh, what a good, great cook he was, Mahmoud, making his signature spaghetti. But no one dared to enter his kitchen or do any cooking or cleaning. He was the master of the house and the kitchen. In the morning, he made great coffee, grinding coffee beans. Then, according to the day, he would serve breakfast, always on very special plates. He liked to serve elegantly in his specially bought plates and silverware. He also tended to his beautiful garden, which he did not want me to cut any of the flowers from. He was the most gracious host. Then, in the evening, he would excuse himself as there was another radio TV appearance. He loved being on TV and talking to his audience. They loved him too. He spoke eloquently. I was always amazed on how much he knew the whole history of Iran, in every detail, in every bite and every fact. He would then sleep, but very lightly. He was awake long before any of us. I think he slept no more than a few hours. He had an amazing stamina. And there are a lot of things, a lot of other things that I would like to share with you, but I hope once the book is published, you will get a copy of it. در آخر فقط میخوام بگم که هر ثانیه هر روز دلم برای برادر عزیزم تنگ میشه و تنگه و همیشه به یادش هستم و میدونم که همه دوستان اونهایی که محمد رو میشناختن اونها همیشه دوستش داشتن و دارن و در اینجا برادر عزیزم هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. خیلی ممنون. پس از شنیدن سخنان خانم فریبا امینی، خواهر محمد امینی، شایسته است که در همون شهر بمانیم و به سخنان همسر ایشون، همسر فریبا خانم، آقای رودی مته که یک پژوهشگر تاریخ و هلندی تبار هست، گوش کنید. فردی که در شناخت مسائل ایران بسیار چیده‌دست است و تواناست و کتاب‌هایی هم که در ایران منتشر کرده درباره تاریخ ایران و دورانی که بهش پرداخته بسیار دقیق و خوانده است. می‌شنویم سخنان آقای رودی متر را که برای ما فرستاده. از شما رو دو چشم یک تن کم
از شما خلط هزاران بیش. به عنوان کسی که نزدیک به 16 سال محمد برادر همسر رو می شناختم و با او در تماس بودم، رفتن نام هنگام او برای من نیز بسیار سخت و غمانگیز بوده است. محمد را نه فقط یک مورخ بسیار دقیق می دانم، بلکه انسانی که نسبت به فامیل و دوستان بسیار محبت کرد. در وین و پاریس و واشنگتن در کنفرانس ها و عید و نوروز ها و در کالیفرنیا در منزلش صحبت ها با او گذراندم. هم شوخ بود و هم جدی، حافظه فوق العاده و واقعا بی نظیر داشت. خود من به عنوان یک محقق می توانم اذعان کنم که یه انگشت او هم نمی شوم. با تاریخ ایران بسیار آشنا بود و معلوم بود که بسیار مطالعه کرده بود. با پسرانم که به کالیفرنیا آمدیم او نهایت گرمی و محبت نشان داد. آشپزیش هم عالی بود. از کشور من هلند بسیار خوشش می آمد و در مواقع زیاد با هم در مورد مسائل مختلف جهان صحبت می کردیم. برای من که جای بسیار خالی است، می دانم که یادش همیشه خواهد بود. من کتاب آخرم را به محمد تقدیم کردم و آرزو داشتم که آن را بخواند، که این متاسفانه اتفاق نیفتاد. خیلی تأسف می خورم که محمد خیلی زود از میان ما رفت. یادش و نامش گرامی. پیش از اینکه مهمان دیگری رو دعوت کنم که اینجا بیاین و سخن بگوین، دوست دارم به این نکته اشاره کنم که آقای امینی جز اینکه یک تاریخ نگار، یک پژوهشگر تاریخ بود، نگاهی به آینده داشت و همیشه به عنوان یک آینده نگر سخن می‌گفت و در این راه هم یک تارنمای در اروپا و همراهی دوستان را انداخت به اسم آینده نگری و این رو باز می‌کرد و درباره‌اش صحبت می‌کرد. از شما چه پنهان؟ فوتبال رو هم خیلی دوست داشت. هر شنبه صبح به من زنگ میزد، آقا بیداری؟ گفتم آقا خواب نداری، بفرمایید. میگفتش که الان بذار کانال 4 داره منچستر یونایتد بازی میکنه با، بعد میگفت با چه تیم؟ بعد از اون میگفت حالا اگر از اینا خوشت نمیاد بذار کانال 22 اونجا داره تیم یوونتوس بازی میکنه با یکی دیگه. آقای امینی شما هر دو رو داشتید نگاه میکردید؟ میگفت خب آره، یه تلویزیون اینو نگاه میکنم، یه تلویزیون اونو، هیجانش رو نباید از دست داد، ولی شما با هر کدوم علاقه مندی نگاه میکنید. در همه زمین ها کوشش میکرد یک فرد کارآمد باشه و هر بار که از این دنیا گله میکردم یا از تاریخ بیهقی نمونه میآورد و یا از دیوان شمس. این چند شعر رو دوست داشت براتون میخوانم. گفت پیامبر که با این سه گروه رحم آرید، ارز سنگی دوز کوه، آن که اون بعد از رئیسی خار شد، وان توانگر که هم که بی دینار شد، وان سوم آن عالمی کندر جهان، عالمی کندر جهان مبتلا گردد میان ابلهان. یعنی این بخش سوم رو میگوی گرفتاری همه ما هست. گفت نباید گله کرد، باید تلاش کرد تغییر بدیم. خب اون کسی که ثروتمند بوده بدون پول شده، خب اذیتش نکنیم دیگه، بی پول شده. اون کسی هم که رئیس بوده حالا هیچ کار هست، خب این هم که شامل حال همه آدم هایی هست که از انقلاب شده و اومدن این برد. خیلی هم حالا سخت نگه نپرسین آقا شما چی کاره بودید از زمان شاه، اینا سوال هایی هست که نباید کرد. ولی اون سومی میگفت مبتلا به همه آدم هایی هست که یه مقدار بیشتر از دیگران خواندن و میدانن در زمینه خودشون. به این ترتیب اینا یا رئیسشون ابلهه یا بین ابلهه ها گیر افتاده،
همیشه روی این تاکید میکرد و بعد میگفت بریم حالا فوتبال رو ببینیم. اجازه بدین کسی رو که نیاز به معرفی نداره درخواست کنم که بیاد سخن بگه. دوست گرامی، شاعر، نویسنده و منتقد، خانم پرتو نوری‌آلا. فکر میکردم چون لست نیمم نوری‌آلا است، من آخر آخرا خواهم بود دیگه به منم نمی‌رسید. اما دیدم با فرست نیم رفتن و نوبت من شد. من به خاطر دستوری که دادم به 4-5 دقیقه بیشتر حرف نمیزنم. ببینید محمد امینی زمانی که درگذشت فقط 71 سال داشت و این عمر برای یک پژوهشگر تاریخ به نظر من بسیار کوتاهه. البته زمانی که خودم جوان بودم کسی رو گفتن 70 سال میگفتم خب این دیگه فسیل شده رفته. حالا که خودم از 70 سال گذشتم میبینم نه هیچ اتفاقی هم برام نگذشته. من به چند تا نکته ای که برای خودم که کارهای آقای امینی جالب بوده اشاره میکنم. امینی پس از وابستگی های سیاسی چپ که فقط خواهان رفع طبقات بود سرانجام به این نتیجه رسید که راه پیشرفت ایران و ایرانی که به رکود تاریخی روبرو شده است کار و آموزش است، آموزش فرهنگی. به همین دلیل در سفر دومی که امینی به آمریکا داشت به بررسی سیر و رشد اسلام بنیادگرا و نقش و کارنامه روحانیت شیعه از آغاز سفید دم مدرنیته ایرانی و افکار و کردار مراجع نامدار در برابر مشروطه رو این مسیر رو پیگیری کرد. از کارهای مهم امینی هم که میدونید همتون ویرایش و نقد کتاب شیعه‌گری احمد کسروی بود. او با بررسی های عمیق و توضیحات مفصل و مفید کتاب کمتر از 100 صفحه را عرض میکردم از کارهای مهم امینی ویرایش و نقد کتاب شیعه‌گری از احمد کسروی بود. او با بررسی های عمیق و توضیحات مفصل و مفید کتاب کمتر از 100 برگ را به 2 برابر تبدیل کرد و دین بزرگی برگردن علاقمندان تاریخ داره. امینی معتقد بود کسروی دارای 4 شخصیته که این 4 شخصیت در یک کالبد هستند: تاریخ پژوه، زبانشناس، حقوقدان و اصلاحگر دینی و اجتماعی. کسروی به گناه پرخاش به شریعت و جهل خرافات تبدیل به نخستین قربانی ترور دینی در خاورمیانه شد. امینی معتقد بود روشنفکران ایران اندیشه‌هایی با جنبه لیبرال دموکرات داشتند، اما پس از شهریور 1320 بود که به خاطر حزب توده اندیشه های لیبرال دموکرات جای خود را به اندیشه های چپ داد. اما او معتقد بود کسانی مثل کسروی، فریدون آدمیت و صادق هدایت 3 روشنفکر بودند که به واسطه دوری از جریان‌های رایج فکری آن زمان استقلال خود را حفظ کردند. همچنین امینی تلاش می‌کرد نشان دهد که برخلاف ادعای دیگران از جمله خود شاه، دکتر محمد مصدق همواره مدافع پیگیر آزادی‌های مشروع در قانون اساسی بود و هرگز به موازین حکومت دموکراتیک پشت نکرد و پیروزی کودتای 28 مرداد برای سلطنت طلبان به خاطر پایبندی مصدق به موازین حکمرانی دموکراتیک بود.
امیری در میانه انقلاب 1357 از هواداران دولت شاپور بختیار بود. من در اینجا قبل از اینکه این میزور تعریف کنم باید یه نکته رو بگم که آقای امینی بسیار شوخ بود، بسیار مزاح میکرد و در یک شبی که به مناسبت سفر آقای دکتر پاکدامن با آمریکا ما در منزل آقای امینی بودیم، ایشون این داستان رو از کسروی در باید کسروی نقل کرد که یک روزی یک مسلمان دعادیشه میره پیش کسروی و میگه آقا تو چرا اینقدر به دین و ایمان ما داری فحش میدی و حرف میزنی و این محمده که تو براش هیچی نمیگی، این ده‌ها معجزه داشته. کسروی میگه خب حالا یکی از اون معجزه هاشو بگو. گفت محمد با سوسمان حرف میزنه. کسروی میگه محمد با سوسمان با چه زبونی حرف میزنه؟ گفت این با زبون عربی. گفت خب این معجزه سوسمانه. بیان و با بیان خانم توی نوگهدا که لطف کردن و اون خاطره رو برای ما باز میکرد. آقای امینی از کسانی بود که سفر بسیار کرد. یعنی اگر قرار از آدم حسادت بکنه باید نمی به پژوهشگر بودنش حسادت کنیم، کار دشواری رو نمی حسادت میشه پژوهشگر شد. به سفر کردنش میشد حسادت کرد. آقای امینی چرا اینقدر سفر میکنیم؟ گفت برای اینکه سفر خوبه. گفتم نکنی شعر پابلو نرودا رو خوندی که میگه ما آرام آرام آغاز به مردن میکنیم وقتی سفر نمیکنیم؟ نکنه به خاطر اونه؟ گفت نه به خاطر اون نیست، من سفر رو دوست دارم. در تمام دنیا میگفت من هر جای در اروپا برم دوستانی دارم که با اونا میشنم گفتگو میکنم و از این گفتگو هست که من کارهایی که دارم انجام میدم بخشیش رو که دوچار پرسش و مشکل هستم از اونا میپرسم، میگم که اینجا مثلا چه رو مثلا به آقای هدایت الله مزید دفتری که هدا به هدا میگم که اینجوری شد چی شد دکتر مصدق چی تو این نگاهی که میرفت به سفر و با دوستانش داشت کمک میکرد که بیشتر دانسته های خود رو گسترش بده. جز این که فقط سخنرانی میکرد به اون چی که میخواست نقل کنه هم بیفزایه. اینجا جایی اون داره که ما هم همراه ایشون سفری بکنیم به برلین و از دوست بسیار خوب رو آقای پرویز دستمالچی بشنویم که همیشه امیگه میگفت او شهید زنده است. دوستان و حضار محترم، من پرویز دستمالچی هستم، از دوستان محمد امینی عزیز. من بسیار سپاسگزارم از برگزار کننده این مراسم، مراسم سالگرد دوست عزیزمون و مشترکمون محمد امینی، و به ویژه سپاسگزارم از آقای فرهاد مانی که لطف کردن و از من دعوت کردن که برای این مراسم چند کلمه سخن بگم. آشنایی من با محمد برمیگردد به اواخر دهه 1990، یعنی زمانی که من برای برگزاری یک سلسله سخنرانی درباره تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی و ترور معروف به میکنس به امریکا و به کالیفرنیا آمدم و در اونجا محمد امینی رو که از قبل میشناختم از نزدیک باهاش آشنا شدم و بعد از اون دوستی بسیار عمیق میان من و او شکل گرفت و ما کارهای مشترک زیادی رو با هم انجام دادیم. محمد متولد 1330 بود و در دوران جوانی
در امریکا از فعالان جنبش دانشجویی بود. فکر میکنم این مطالبی رو که من میگم کمالیش همه شما مطلع هستید، ولی خب من هم حالا شاید یک بار دیگر تکرار بکنم بد نباشه. او از پیروان در دوران جوانی از پیروان اندیشه‌های چپ بود که پس از اوائل انقلاب ارتجاعی اسلامی به ایران رفت و در اونجا از اندیشه های گذشتش دوری و به سوی اندیشه های دکتر محمد مصدق و شاپور بختیار رفت. دوستی من و محمد آنچنان بود که هر وقت من به کالیفرنیا می اومدم به لس آنجلس، من در واقع میهمان محمد بودم و او هم موقعی که به آلمان و برلین می اومد همواره میهمان من. محمد انسانی بسیار باهوش بود و بزمکو و مطالعات فراوانی در شعر و ادبیات و تاریخ داشت. محمد و من با هم برنامه‌های سخنرانی مشترک و فراوانی رو در اروپا و به ویژه در شهرهای امریکا و کانادا داشتیم و تجربیات فراوانی رو در این سخنرانی‌ها آموختیم. به علاوه اینکه ما برنامه‌های مشترک گفتگو در تلویزیون و رادیو داشتیم، به ویژه با رادیو صدای ایران و زنده یاد حسین مهدی که یکی از مردان شریف و مجریان برنامه و تهیه کنندگان برنامه بسیار بسیار خوبی بودن ایشون. محمد بعدها به مدت خودش به تنهایی به مدت 7 سال تمام در تلویزیون اندیشه یک برنامه رو تهیه، تنظیم و اجرا میکرد به نام یک کلمه که اصل مسئلهش دفاع و پشتیبانی از ایده های جنبش مشروطیت ایران و مسئله قانون مداری در ایران بود. و در زمانی که در سال 1389 در جریان انتخابات ایران و تحلبی رو که انجام گرفت، موقعی که آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی خواهان برگشت به دوران طلایی امام خمینی بودن و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو می‌خواستن، من در کالیفرنیا بودم و مهمان محمد امینی و در گفتگوی کوتاهی رو که ما با هم در این زمینه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یک نامه مشترک سرگشاده رو در رابطه با خواست این آقایان بنویسیم و منتشر بکنیم و اعتراض بکنیم به این که برگشت اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، یعنی برگشت به دوران 1500 سال پیش و تحکیم یک نظام تامگرای ارتجایی که عملا از ملت سلب حق حاکمیت میکنه. و اون رو ما در 5 اسفند 1389 مشترکاً منتشر کردیم. محمد آثار زیادی داره، از جمله من فقط چند تاشو اینجا بیان میکنم. علاوه بر مقالاتش، ویرایش و حاشیه نویسی و کتاب شیعه‌گری و صوفی‌گری احمد کسروی است و یا فدایان اسلام و سودای حکومت دینی و یا کتاب سوداگری با تاریخ و زندگی و زمانه احمد کسروی. متاسفانه محمد بسیار زود فوت کرد و در اثر ابتلا به بیماری کرونا و پیامدهای اون محمد دیگه امکان نداد برای
ادامه فعالیت و بعدم در اثر پیامدهای این بیماری فوت کرد. یاد محمد گرامی و زنده باشه. من مطمئن هستم که اگر او میماند میتوانست بخشی از بار سنگین روشنگری در این دوران سخت ایران رو در واقع به دوش خودش بکشه. متاسفانه ما با خیلی چیزا مبارزه کردیم، ولی طبیعت هم مسئله قانونمندی های خودش رو داره و محمد متاسفانه زود خود کرد. یادش گرامی و زنده. سپاس از همیشون. مرسی. آقای امینی در برنامه‌های رادیویی آقای موفی شرکت می‌کرد. در برنامه تلویزیونی در اصل خب شروع کرد به کار فقط به یک دلیل. آدم ها وقتی میخوام به کسی دیگه پشت پا بندازن راه دیگه ای رو پیدا میکنن. خب مدیر اون زمان تلویزیون اندیشه هم یه راه پیدا کرده. آقای امین به شما با دو تا برنامه میگیم، چهار تا میگیم، به یک شرط دیگه با گوهرزاد رفاقت میکنن تو برنامهشون ساخته. بعد آقای امینی از این واژه برنامه گذار و یا مجری خیلی بدش میاد. میگو بابا من پژوهشگرم، شما روزنامه‌نگاری کن، مجری هم هستی، ولی من چرا برم برنامه رو اجرا کنم؟ بابا رمز ماندگاری در این تلویزیون اینه. گفت بسیار خوب، به یک شرط برنامه اول رو شما بیاین شروع کنین، شما مجری باشین. گفتم باش، من که مشکلی ندارم. راستش آقای امینی من تو زندگی مثلا مشکی نبوده، روزنامه نگار رو نبوده، همه اینا رو به من اضافه کردن، من هیچ کدوم اینا نبوده. برنامه با هم برنامه داشتیم، پس از پایان برنامه گفت نه آقا خوبه، از این به بعد خودم اجرا میکنم. گفتم آقای امینی این سرعت، ولی این مشکلش برای همیشه با خودش بود. یاد دارم همین الان آقای دستمانچی اشاره کرد. آقای دستمانچی آمده بود، زمستان بود و داشتیم میامدیم تو راه. خوب اگر من میخوام با دستمانچی یه برنامه بذارم کی باید برنامه رو شروع کنه؟ گفتم خود خود شما دیگه، شما گفت من که مجری نیستم. گفتم که خب اینو یه راهی هست براش برای حل کردنش، ولی خب اون راه یه ذره دشوار حالا برای ایرادی نداره. بعد بخواست با مجری همین 5-6 سال بعد با مشیری گفته بود در رابطه مسئله 28 مرداد این چیزا بود. رو بابا برنامه رو کی باید شروع کنه؟ در شما صاحب برنامه هستید، ایشون داره میاد تو برنامه شما. نسبت به بحثی مسائل وسواس خیلی کوچیکی داشت. همین وسواس، همین دلنگرانی ها، همین به قول دوستانی که امروزی هستن پرفکشنیسم یا کمالگرایی سبب شد که ایشون 5 کتاب غنی و آماده چاپ رو زیر چاپ نبره و بمونه و منتشر تا به امروز نشه. این کارتاش بسیار وسواس و دلنگرانی داشت. برمیدارش گرامی باد از بدید. پس از ایشون سخنرانی خانم سیما خاشه رو داشته باشیم که از دوستان بسیار خوب هستن. آقای امینی هم خیلی بهشون احترام میذاشت و خیلی هم دوست داشت که ایشون در برنامه هاش گفتگو بکنه و من تقاضا کردم خانم خاشه تشریف بیارن. در چنین روزهایی محمد امینی، پژوهشگر و مورخ ارزنده تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران را از دست داد. این خبر را ناباورانه شنیدم.
چرا که برایم قابل قبول نبود و نیست که آن شخصیت پر انرژی و کوشا را با دریایی از دانایی دیگر نداشته باشیم. قرار شد که من امروز به عنوان یکی از شاگردان یا شرکت کنندگان کلاس های جناب امینی صحبت کنم. سعی می کنم در مورد جلسات چندی سالی که با ایشان داشتیم با وقت کمی که داریم فهرستوار مرور کنم. چرا که اگر بخواهیم در مورد شخصیت و پژوهش های ایشان بنویسیم کتابی قطعی می شود و اگر بخواهیم گفتگو کنیم ساعت ها و روزها وقت لازم دارد. آشنایی من با آقای محمد امینی از طریق برنامه‌های زندیات حسین مهری در رادیو صدای ایران شروع شد و سالها تا زمانی که آن رادیو پا بر جا بود از شنوندگان پر و پا قرص ایشان بودم. بعد از مدتی از تشکیل کلاس‌های ایشان در اورنج کانتی و در شهر ایروان باخبر شد و از همون جلسه اول در آن حضور پیدا کردم. باید بگویم که در این کلاس ها علاوه بر آگاهی شرکت کنندگان به مسائل تاریخی و سیاسی و اجتماعی به مسائل روز هم توجه می شود و جلسات پرسش و پاسخ هم داشتیم که آقای امینی با انرژی زیاد و دقت بسیار و با مهربانی جواب بود. در واقع کلاس خشک شاگرد استاد نبود، بلکه جلسه دوست با دوستان بود. گاهی هم در رستوران و در منزل یکدیگر جمع شدیم و گفتگو می‌کردیم. در یکی از این گرد همایی‌ها در منزل ایشان برپا بود، متوجه شدیم که آقای امینی علاوه بر مهمانداری و مهمان دوستی، آشپز بسیار ماهر هم بودند. و دریافتیم که ایشان در دوران جوانی به گفته خود یا دانشجویی شف رستوران بودن و این هم یک بچه دیگر از شخصیت ایشان. دریافت من به عنوان یک شاگرد یا پژوهشجو در این کلاس ها چنین بود. دغدغه هایی که باعث پژوهش و جستارهای آقای امینی گردید از خاطر بختک خرافه‌گرایی دینی و نفوذ و دخالت ملایان و جایگاه شریعت و دین در دولت و در امور اجتماعی و در امور سیاسی و فرهنگی مردم ایران است که این خود راه پژوهش‌های خستگی ناپذیر ایشان را از دوران دور تا صفویه و قاجاریه و دوران مشروطه و تا به امروز حکومت ملایان حاکم بر ایران کشیده بود. در این جلسات صحبت از چالش دین در دولت و در جنبش‌های مذهبی و سیاسی بود. صحبت از خرد پرسشگر یا عقل نقاد بود. سخن از نفوذ و اثر شخصیت‌های مذهبی در سپهر تاریخ ایران همچون آخوند ترکی، شیخ جبل عاملی و شیخ فضل الله نوری و دیگر و دیگر مذهبیون بود. سخن از شخصیت‌های نامدار همچون امیرکبیر، آخوندزاده و مستشار دوله بود و آگاهی مردم با خواندن آثارشان. صحبت از کسروی بود و جاودان نام دکتر محمد مصدق که حاصل آن تحلیل‌های جانانه و پرارزش کتاب‌های شیعه‌گری و صوفی‌گری کسروی و آسیب شناسی یک شکست از علی میر فوتوس بود که ایشون در مورد این کتاب رو منتشر کرد. سخن از زنان پیشرو ایران و کوشش آنان قبل و بعد از مشروطه بود، مانند ماهتاج خانم دختر فتحعلی‌شا که بی‌حجاب بود. سخن از برپایی اولین مدارس دخترانه بود که توسط امثال توبا آزموده در تهران و صبغه دولت آبادی در اصفهان. سخن از محترم اسکندری با تشکیل جمعیت نسخان وطنخواه، از انجمن بیداری زنان در سال 1299 یا اولین کنگره زنان در ایران بود.
صحبت از نقش سیاسی کشورهای بزرگ مثل شوروی و انگلیس و آمریکا در جنگ بین الملل دوم در ایران و نقش گروه‌های مذهبی بعد از 1320 همچون فدائیان اسلام و آیت الله خمینی در ایران بود. وضع سیاسی و اجتماعی ایران بین سالهای 20 تا 32 و بسیار و بسیار مسائل دیگر در کلاس‌های آقای امینی مطرح می‌شد که وقت ما تنگ است و فرصت نیست. در خاتمه باید بگویم جای محمد امینی در میان تمام ایران دوستان و در سپهر پژوهش‌های تاریخی اجتماعی ایران بسیار خالی است. رفتنش بسیار زود بود و حیف که دیگر در میان ما نیست. ممنون. ما دوستی داریم در اینجا که قرار ویدیوشو نشون بدیم ولی چون خودش حضور پیدا کرده و از خودش درخواست خواهیم کرده بیا صحبت بکنه. آقای کامبیز قازمقام لطف میکنیم و تشریف میاریم و صحبت ولی در حال محمد امینی تو تمام
دنیا شروع کرد، جاهای مختلف و بچه های اروپایی که با هم بودیم و سارپا بودم بود با هم دیگه تماس میگرفتم و نتیجتاً گفتم یک جای مشخص جدیدی رو باز کرد تو خودش با برنامه های مختلفی که جاهای مختلف گذاشت و متوجه شدم که استعدادی که در این آدم بود بی سابقه بود و این همه اطلاعات و معلومات و چیزهایی که انجام داد بود. من زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم ولی در صورت یادش کاملا گرامیست. آخرین باری هم که با من صحبت کرد در رابطه با مرگ مادرش بود و این خوبش هم خوب نبود. به من هم میگفتش که تو اگه بودی حتما مرده بودی اگه مرز رو هم چون من ورزش میکردم و تو هیچ از این کار رو نمیکرد صحبت تو سند نرسند در صورت خاطرات بسیار خوبی ازش دارم. فقط به من نمیگفت که امور امراض به که آقای کامیزه با مقامه هم گفتی چون مدام به من میگفت آقای کمی را برو یا بریم پیاده روی اون مسیر رو بریم شما اصلا تکون نمیخوریم با این همه مریضی که داری خب میمیری ها آقای هم اینجا که بمیره هم کارش نمیشه که پرماز نداره من برای درست میگه یادش گرامی چون به مسئله کتاب‌ها اشاره کردیم پیش از اینکه از آقای خلیلی بخوام بیاد در مورد کتاب‌هایی که با هم مشترک منتشر کردن باز اشاره بکنم به کتاب‌هایی که منتشر نشد. یکی از کارهایی که علاقه داشت و اون رو هم پیگیری می‌کرد مسئله زبان فارسی و زبان آذری بود. می‌گفت کسروی خودش به خودش زبان یاد داده مگر زبان کسروی که عربی بلد نبود خودش به خودش عربی بود. گفتم آقا شما میخواید چیکار کنید؟ گفت منم میخوام به خودم زبان یاد بدم. چه زبانی میخواید؟ گفت میخوام زبان ترکی زنی یاد بگیرم، ترکی آذربایجانی. گفتم چرا آقای امین؟ گفت من یک کتاب دارم آماده میکنم، دارم روش کار میکنم برای زبان تاریخ زبان آذری. گفتم که آقای امینی کی میخواییم یاد بگیریم؟ میخواییم با هم تمرین کنیم؟ گفت چقدر بلدی ترکی؟ گفتم اون اندازه که شما نیاز داریم فقط اینجوری بگم که آذربایجان هیچ وقت زبانش ترکی نبوده چون بسیاری از واژه‌هایی که شما در فارسی هم استفاده نمی کنید کم سوادترین آدم های آذربایجان از اون استفاده میکنن به عنوان زبان فارسی. گفت مثلا نمونه شو بگو. گفتم شما این ظرف رختو که بشورین توی تشت میشورن اون آبی که میمونه بهش میگن چی؟ گفت کف صابون و هرچی دو باشه. گفتم آذربایجانی ها میگن پساب پس آب. الان این واژه پسماند که درست کردن گفتم اونها میگن پساب. بسیاری از واژه ها داریم که فارسی است در آذربایجان برای اینکه زبان آذربایجانی ما فارسی نبوده، ترکی نبوده و بعدها تو و این ترکی که صحبت من زبان ترکی نیست، زبان آذری است و خیلی روی این مسئله تاکید داشت. حرفی کتابش منتشر نشد، بسیار کار کرده بود رو تاریخ زبان آذری. آقای خلیلی که الان از آقای خلیلی دعوت می‌کنیم که بیا صحبتش رو آغاز کنه و شاید هم ایشون اشاره کنه که چرا کتاب‌ها منتشر نشد. بسیار خدمت همه حضار عزیز با سپاس از فرهاد مفتی، آقای گوهرزاد و همه دوستانی که دستن در کار این برنامه سوال کردن. کامیز بارمان گفت که در 13 سالگی با محمد علی آشنا شد. من شانس اینو داشتم در 16 سالگی. اگر تاریخ تولد محمد رو ببینید دوم می 1951 که از بذل گویش بعضی وقتا به ما کنایه میزد، گفت که امروز به من سلام نکردی. هم این فقط 20 روز از من بزرگتر بود. این بود که بعضی وقتا این کنایه رو همیشه به من میزد. من
با محمد امینی یا اونجا بهش میگفتیم محمد کلاس پنجم دبیرستان دبیرستان البرز رشته ریاضی با هم هم کلاس و یه خاطر دیگه هم تعریف کنم سعید بختیار سنجابی شاید بعضی یادن بودن اسم آقای مرحوم کریم سنجابی در حقیقت بود کریم بختیار سنجابی پسرش سعید که الان در پاریس زندگی میکنه اونم با ما هم کلاس سعید اون موقع اتوبوس واحد سوار نمیشد بویکوت کرده بود برای اینکه میگفت که اتوبوس واحد وظیفه‌اش رو درست انجام نمیده اون دوره دوره جامعینی و توفیق میگفت چاخانبینی و از این ماجراها به هر حال پول تاکسی داشتی میداد منم نداشتم پول تاکسی ما میگفتی از البرز که سرای کالج و سرای کالج بود میرفتیم تا پوری چوبی اون میرفت فخرآباد خونهشون منم خونم اون وقتا پشت میدون فوزیه بود به حال من و سعید خیلی وقتا با هم که پیاده روی میکردیم از مدرسه برمیگشتیم یکی دو بارم محمد با ما هم به قول من هم قطار شده با ما هم پیاده روی کردی و اصولا با ما اومد من وقتی بهش یادآوری کردم گفت به خاطر سعید نبود به خاطر تو نبود که من میمادم به خاطر خواهر سعید بود خوشگل بود میمادم که برم سعید رو ببینم خواهرش روشتی آمد رو به یعنی داشت به حال خیلی تعریف میکرد که خواهر بسیار زیبایی داره به حال کلاس پنجم دبیرستان که تموم شد به حال راه ما از هم دیگه جدا شد سالها بعد 1984 اولین بار محمد رو در شرکت کتاب آمد و انتشارات ایران زمین رو باز کرده بود من کتاب فروشی شرکت کتاب رو موقع داشتم و حال کتاب های انتشارات ایران زمین رو بخشیش و مسئولیتش به ما رسید که پخش و فروش بود دیری نپایید که انتشارات ایران زمین رو کنار گذاشت محمد کنار گذاشت و به کارهای اقتصادی پرداخت تا اینکه سال حدود 2010 میلادی محمد بیشتر با هم دیگه قاطی شدیم و موضوع ببینید محمد هم یعنی خانم پوری علاقه و خانم دیگه که از یعنی شاگرده ایشون بودن یادم کلاساشون شرکت میگردم گفتم دو تا دغدغه اصلی داشت یکی احمد کسروی یکی دکتر مصدق این دغدغه های اصلیه یکی احمد کسروی رو به این خاطر مظلومانه به قتل رسونده بودم و هیچ کس نه دربار نه حکومت نه دولت نه نویسندگان ایران در اسفند ماه 1324 کسروی رو میکشن فدایان اسلام در تیر ماه 1325 کانون نویسندگان ایران 80 نویسنده برجسته ایران و شاعر و ملک الشعرای بهار هم برنامه کانون نویسندگان اجرا میکنه یک کلمه از کسروی صحبت نمیکنه و این دغدغه واقعا محمد امینی بود و به همین دلیل شیعه‌گری، صوفی‌گری و کارنامه کسروی سه تا کتاب ارزنده کسروی رو آمد برای ما باز کرد روشن کرد که کسروی حرفش در این موارد چی اگر در مورد فلان شخص صحبت کرده این چی بوده اصلا در تاریخ کار بسیار بوده بود کار دیگری که انجام داد یعنی از سال 2011 تا سال 2016 ما چهار تا کتاب با هم دیگه منتشر کردیم یکی دیگه از کتاب ها آقای علی میرفتروز یک کتابی داد به نام آسیب شناسی یک شکست که چاپ دوم اون کتاب خود من انجام دادم کار ندارم چون وظیفه من انتشار کتابه به هر حال به محمد گفتم من اگر تو کتاب در مورد دکتر مصدق بنویسی من و اون شرکت کتاب اصلا ناشرش کنم برحال کتاب سوداگری با تاریخ رو به واقع به نظر من یکی از بهترین نمونه های تاریخ نویسی در مورد نزلت
یا جنبش ملی نفت ایران هست، نهضت ملی نفت ایران هست، در مورد دکتر مصدق، تاریخ دکتر مصدق و معتقد بود که نامهربانی بسیار به دکتر مصدق در تمام طول تاریخ چه پهلوی چه دوران جمهوری اسلامی شده. ولی محمد امینی یک خوشبختی که داشت، هدفش آینده ایران بود. بنابراین وقتی یک صحبتی شد که ما بیاییم پادشاهی خواهان و طرفداران مصدق بیان این ائتلاف رو تشکیل بدن که فعلا برای ماجرای کودتا دعوا نکنن، فعلا جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و بعد یک کمیته حقیقتیاب در مجلس شورای ملی واقعی ایران وجود داشته باشه و این کمیته حقیقتیاب موضوع رو روشن کنه، به خاطر اینکه تمام کسانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در جریان کودتای 28 مرداد بودن و نبودن و اینا فعلا دیگه از دنیا رفتن، بنابراین این فقط برای تاریخ بمونه. به هر حال این محمد امینی یکی از کسایی بود که با سیاوش لشکری که مجله بیداری رو منتشر میکنه موافق بود با این موضوع، محمد امینی موافقت بود. از کتابایی که انجام نشده، ما چهار تا کتاب انجام دادیم. کتابایی که انجام نشده، یکی سوداگری با تاریخ جلد دو، من فکر میکنم حاضر بود، یعنی محمد به من و به این آقای گوهرزاد همیشه میگفت که حاضره، من هیچ وقت ما ندیدیم که بگیریم از دستش. کتابی با عنوان دستورالوزرا قرار شد که، یعنی من پیشنهاد کردم، موافقت کرد. چرا دستورالوزرا از اول تاریخ اسلام طبیعتاً شروع میکنه تا دوران این خانم مغول در مورد وزرای ایرانه که چجوری اینا به چه سرنوشتی بالاخره از بین رفتن، یعنی نفر دوم معمولاً توسط شاهان و توسط حکام بمیرفت و قرار بود که بعد از اونو محمد بنویسه، یعنی اضافه کنیم به دستورالوزرا. تایپش هم کردم دادیم دست محمد که مون باقی مون. بهائیگری کسروی باقی مون، با اینکه تقریباً تمام کتاب‌هایی رو که لازم داشت هم خودش تهیه کرده بود، من براش گذاشته بودم، این کتاب هم باقی مون. به من میگفت که تقریبا حاضره. همونجوری که رضا گفت، تاریخ زبان فارسی رو کار کرده بود، من نمیدونم که تموم کرد یا نه. و یک رساله دیگری هم از کسروی که بازم اونم تایپ شده بود آماده بود، متاسفانه انجام نشد. محمد آدم بسیار پرکاری، یعنی در دوران کووید یک برنامه شروع کردیم با عنوان بررسی و بازبینی تاریخ ایران مدرن از مشروطه تا ولایت فقیه که در اون موقع هنوز زوم اینقدر جدی نشده بود، ولی ما این برنامه رو انجام میدادیم. آقای گوهرزاد هم سر این جریان مجری شدن، همیشه همون دفعه همون بود، همیشه برنامه داشتیم آقای امینی که بالاخره مجری کیه، آقای گوهرزاد هست یا نیست. برحال یاد محمد امینی بخیر. محمد امینی بسیار آدم پرکاری، بسیار آدم میهن دوست، بسیار میهن دوست، بسیار به فکر ایران، بسیار فکر میکرد که ایرانی باید آدم خوشبختی باشه، حقش نیست که این اتفاق دارش بید. من دو سال پیش در زمانی که تازه فوت شده بود و مجلسی براش بود، گفتم که محمد امینی فقط مورخ نبود، محمد امینی خود تاریخ، محمد امینی به تاریخ نمیبسته، خودش تاریخ. تقریبا حاضره. آیا بسی داشتن؟ نه، بسی داشتن آقای امینی. متاسفانه معلوم نیست. حالا اصلا یه چی دیگه بگم، خیلی مهم بود. رساله دلگشا مال عبید زاکانی جان قرار گذاشتیم، چون
اردشیر محسس که این مدتی در منزل محمد امینی بوده و باش زندگی میکرده، یعنی اردشیر محسس در خانه محمد امینی زندگی میکرده. برای محمد به طور خصوصی تمام رساله دلگشا و عبید رو تصویر کرد. قرار شد که ما رساله دلگشا رو دوباره تجدید چاپ کنیم. این کارهای اردشیر محسس و اوریجینال رو انجام میدیم، در درون این کتاب بذاریم و این کتاب رو قرار بود به صورت یک کتاب نه کتاب کافی تیبیال کافی کتاب لوکس منتشر کنیم، شماره بندی کنیم از این داستان ها و که این اتفاق افتاد. فقط من تنظیمی که به خانوادش گفتم و اونم اینه که شما این مجموعه اردشیر مؤسس رو حتما پیدا کنید تو میخوره، چون واقعا پیدا نمیکردم و بالاخره البته خوشبختانه این مجموعه بسیار نفیس بسیار مهم پیدا شد و البته من الان در حال حاضر سرنوشت اون مجموعه رو نمیدونم. آقای خلیلی، کسی که این روزا از ماشین تایپ استفاده نمیکنه که، همه توی کامپیوترشون هرچی هست می نویسن. خب طبیعتاً تو کامپیوترهای آقای امینی هم باید این مجموعه ها باش. اون کامپیوترها کجا؟ پرمان هست. آقای گوهر برای پرمان. مرسی. منم یک سال از این. خواهش میکنم. بعد از این که آقای حاسس از امروی امینی رفت، رفتم با بابک نیاز هم میکنم. احتمالاً تعداد زیادی از نقاشی های نه نقاشی ها در اختیار محمد، نقاشی هایی که اردشیر مؤسس برای محمد برای عبید زاکانی کشیده بود در اختیار محمد بود. اون چیزی برای هولوکاست اونا متفاوت. نه اصلا اونا برای هولوکاسته، یعنی 300 تا اثر پیش آقای دکتر بابکنیان هست در کتاب ناانسانیت منتقل. بله، در هر شارژل رو فارسیش هم استفاده کرده، رو جلداشون در کتاب ناانسانیت هم استفاده کرده، بخشش هم میخواست به موزه ادعا بکنه و به بنیادهای فرهنگی. آقای خلیلی، من یه سوال داشتم. بله، این برنامه‌ای که با شما داشت زوم میکرد، اونا رو من در یوتیوب پیدا نمی‌کنم. اونا کجاست؟ چرا ما داریم اونا رو؟ در این موارد گرفتار، اینقدر گرفتار کارهای دیگه هستم نمی‌رسم. ما حتما شما ریکورد می‌کردید اونا رو؟ ریکورد می‌کردید، من می‌دادم به خود محمد. محمد از یه نفر خواهش می‌کرد که توی یوتیوب و اینا بذاره. من نمی‌ذاشتم حقیقتش. با اینکه من برنامه بودون مال ما بود، مال شرکت کتاب بود، ولی چیز نمی کردم. آقای اکبر، اسمی برنامه تمام کردیم، بعد اسمی برنامه تمام کردیم، هر پرسش و اینایی هست، برای اینکه ریتم برنامه خارج نشیم، اجازه بدید آقای خلیلی اینجا هستن و در مورد این مسئله صحبت خواهند کرد. شاید در اینجا باید اشاره کرد به بزرگ مردی آقای امینی در زمینه مسائل مالی. اون شعری که خوندم در مورد اون سه نفر، آقای امینی به درستی انجام دهنده اون ماجرا بود. یه اتفاق بزرگ افتاد در جامعه ایرانی در تلویزیون اندیشه تا آقای امینی اونجا بودن. اون این بود که ایشون وقتی که مدیریت تلویزیون اندیشه، یعنی صاحب صاحبه به قول آقای امینی دارنده تلویزیون رو احساس کرده، خب آقای ترامپ که نایمد با بزار دو ارزاد اخراج کنیم، آقای محیل هم بدون برنامه کنیم. آقای امینی گفتش که نه، من $10,000 در ماه به شما میدم، 5 ساعت برنامه میخرم برای خودم و بوهرزاد و موبی و آقای خلیلی هم اتفاقا برنامه شد کرد، آقای انجتا هم برنامه شد کرد، یه بخشی هم دادیم به ایران آکادمی ها. یعنی یه آدمی بود که این آمریکایی ها میگن پول رو دوی دهانتون رو بیخود در مانی دارد بیار ناویز، این بود. یعنی این $10,000 در ماه رو به تلویزیون میداد تا 5 تا برنامه اجرا بشه و
و کسی به کسی تو نگه تا اینکه کشتی بالا سیاست دیگر افتن. اجازه بدید در این بخش برای اینکه با زیاد صحبت نکنیم وقتمون رو به پایان هست، خانم سارا اسکندری یک ویدیو فرستادن از شاگردانی هستن که بورس آقای امینی رو گرفتن، بله، که بورسیه آقای امینی رو برای پژوهش در تاریخ گرفتن. یک ویدیو فرستادن که اون رو ببینیم و پس از اون آقای نافی صحبت خواهند بود و بعد در خدمت خواهیم. Through his work, but also in the way he lived his life. I had the privilege of being the first recipient of his memorial award, a prize that bears his name. This prize actually is more than just an honor to me. It's a powerful reminder of the values Muhammad championed, like human rights and democracy. One of the things that I admired most about Muhammad was that he never shied away from telling the truth, even when it made his audiences uncomfortable. His life actually, I think, embodied that famous line from Hamlet. This above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. This is something that I deeply admired in him, and I think it's something that all of us should strive for. You can see this in his words, in Muhammad's words and action a lot. To him, wisdom and being true to oneself and to others, alongside faith, were essential to fighting the good fight. There is a quote from Muhammad that I believe it kind of encapsulates his wisdom. He says that خرد کم هست بین ما اگرچه سرشار از ایمان و عشق و شعر و ادبیات هستیم و ما نیاز داریم به این خرد، اگرچه ایمان هم خوبه و به اون هم احتیاج داریم و تا این دوتا بعد در کنار هم باشن. He reminded us that while we may be rich in faith, love, poetry, and literature, we also need wisdom, and this is our weakness. This message has stayed with me, not just because it reflects how he lived, but also because it kind of opened my eyes to what we really need to strengthen, in ourselves and our society. This idea actually resonates in also Rumi's famous words. He says, "You are not a drop in the ocean, you are an ocean in a drop." Beyond our ideas of right doing and wrong doing, there is a field. I meet you there. When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. That's where I think Muhammad's spirit lived, in that field, beyond the division, in a place where truth and wisdom کودست. گرچه من نباید زیاد حرف بزنم چون زمان نداریم و آقای مافی من رو همیشه دعوا خواهند کرد، ولی باید به این نکته اشاره کنم. این آقای مافی تمام زحمت این برنامه رو کشیده،
و قرار هستش که بیا صحبت کنه و از اونجایی که میخواد ببینی که صحبت نمی کنم چی بگم، حالا من خواهش میکنم که بیا صحبت کنه. بعد در اون فاصله پس از صحبت ایشون ویدیویی از کارهای آقای امینی که صحبت گفتگوهاش هستش در مورد مسئله سیاسی رو خواهید دید. در این فاصله هم از دوستانی که امکان چای و پذیرایی رو فراهم کردن سپاسگزاری میکنم. آقای فرهاد مان صحبت زیادی ندارم، فقط چند نکته اینجا میخواستم فرسپار با شما عزیزان در میان بذارم. اولی که میخواستم از دوست گرامی آقای بابک بازرگان، آقای فرزاد سهرابی، آقای حسن کمالپور، آقای علی انتشاری، آقای رضا گوهرزاد و آقای اکبر محمدزاده تشکر بکنم که واقعا در کار این برنامه کمک زیادی به من کردن. و برای دوستانی که خبر ندارم باید بگم که این بنری که بیرون میبینید عکس تمام بچه هاییست که تو ایران کشته شده، همشون و این آقای بابک بازرگان زحمت کشیدن درست کردن که در تمام برنامه های فرهنگی و سیاسی که ما در اورنج کانتینیوم از این استفاده میکنیم و واقعا از اشون تشکر میکنم. این یک کار تیمی بوده که همه با هم دیگه کار کرده. من یه خاطره براتون میگم که اصلا رفت به آقای امینی نداره ولی غیر مستقیمه. من سال 1977 که از ایران اومدم 17 سالم بود و یه راست وارد دانشگاه چپن شدم. تو خوابگاه زندگی میکردم و اما روز دوم که رفتم تو کافتریه غذا بخورم یه پیرمرد اومد سر میز من نشست که بعد من باهاش آشنا شدم، دیدم استاد فلسفه است و بازنشسته شده مثل پال دل. کسی بودش که هر سال تا زمانی که زنده بود از کاخ سفید براش کارت تبریک تولد میفرستادن و با این پادر من دوستی خیلی خوبی پیدا کردم. اولین دوست آمریکایی من بود که تازه 86 سالشم بود در اون زمان. و یه بار که رفته بودم خونه پادر آلبوم عکسش داشت به من نشون میداد، از اون آلبومایی که صفحه های سیاه داره، بعد چهارگوش میذاشتیم عکس ها رو میذاشتیم توش، هممون تو ایران داشتیم. و وقتی این داشت عکس ها رو نشون میداد اینا، یه دفعه وسط آلبوم که رسید یه سکوتی کرد، همینجور بحث زد. من فکر کردم شاید طوریش شده، گفتم پاول بزن پاول هبن. گفتش که میدونی فرهاد، تنها کسی که این آلبوم زنده است منم، همه مردن. تمام آدمایی که در این آلبوم هستن از فامیلان، دوستان، همکاران، همه مردن و فقط من در این آلبوم زنده است. من موقع 17 سالم بود و این جمله همینجا تو ذهن من بود و امروز وقتی من مثلا به آلبوم خودم نگاه میکنم میبینم همین سرنوش داره همینجا تکرار میشه و من تو آلبوم خودم تقریبا جز تنها کسایی هستم که دارم باقی میمونم. و وقتی هم که به زندگی اینجا نگاه میکنم میبینم مثلا یه سری دوستای واقعا گرامی که واقعا افتخار آشنایشون باهاشون داشتم که در کنارشون بودم، مثلا جورج تنر ریکت استاد خوب یا مثلا نادرپور و آقای شادروان محمد امینی، اینا واقعا همه جز اون عکسایی هستن که امروز وقتی من نگاه میکنم به آلبوم میبینم که واقعا همه رفتن. و فقط تنها چیزی که میتونم اینجا واقعا بگم این هستش که شاید ماها که حداقل هستیم در این مدت زمانی که هستیم، شاید با یه تجدید نظر به یه سری کارهایی که انجام میدیم، شاید نمیدونم با مهربان بودن با همدیگه روابط بهتری داشته باشیم و قدر این دوران رو بدونیم. و من این افتخار داشتم که کلاس های امیدینی میامدم در ایرواین و خیلی وقتا بعد از کلاس میرفتیم رستوران مورد علاقه ایشون بوستان، تقاطع جمهوری مکروستان و جز آخرین نفری بودیم که رستوران بیرونمون میکردن. و با اینکه من عقیده سیاسی با ایشون کاملا فرق میکرد، ایشون من رو تحمل میکرد و میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم و من واقعا میگم یکی از بهترین دوران، یکی از بهترین اوقات کلاس های من بود که با ایشون اون رخت رو بذارم و با هم دیگه این گفتمان رو داشته باشیم. چیزی که برای من واقعا در رابطه با محمد امینی بسیار بسیار تجربه بسیار خوبی بود این بودش که با اینکه یه تفکر چپی داشت قبل از انقلاب و بعد تغییر پیدا کرد و بعد هم دوباره مثلا یه سری تغییرات دیگه داشت، ولی
رسیده بود به یه جایی که تقریباً یه شناختی رسیده بودش که این شناخت متاسفانه بسیاری از کسانی که در فعال دستی در اپوزیسیون کار میکنن به اون شناخت نرسیده بودن. و من وقتی در مورد اینکه چه ویدیوی از امینی بذاریم اینجا اول با دوستم که تبادل نظر کردیم گفتم شاید مثلا 3-4 دقیقه ویدیوهای مختلف رو بذاریم که نقطه نظرهای محمد امینی رو اونجوری نشون بدیم. بعد دیدم که من 2-3 روز نشستم واقعا ویدیوهاش رو نگاه میکردم دیدم واقعا هیچ ویدیوی من پیدا نکردم مثلا محمد امینی در 3 دقیقه یه تفکری رو گفته باشه. میدونی و واقعا it's not fair to him که مثلا من بیام 3 دقیقه مثلا از محمد امینی دلیل بزنم بعد بپرم سر یه موضوع دیگه. به همین خاطر در بین ویدیوها یه ویدیوی رو پیدا کردم که مال زمانی است که از کووید یه مقدار ریکاور کرده و تقریباً از زندگی چند ماه قبل از فوتش هستش که از آخرین مصاحبه‌هاش هستش و در اون ویدیو با اینکه واقعاً با سختی صحبت میکنه که هم یه یادآوری برای ما که واقعاً محمد چی کشید اون ماهای آخر مطالبی میگه که من فکر میکنم این مطالب اگر ما یه موقع بهش دقت بکنیم میبینیم واقعاً میشه کتاب ها در موردش نوشت و به یه صداقتی رسیده بود که برای من خیلی چیز در نظر من بسیار بسیار با ارزش بود و من تمنا میکنم این ویدیو رو که حدود 20 دقیقه هستش با جا میدن گوش کنیم بهش به مطالبش توجه بکنیم و بعدش اگر حالا با کمک آقای با هر سال شاید میتونیم صحبت بیشتری در اون مورد داشته باشیم. بازم تمنا میکنم تشکر میکنم از تمام دوستانی که به ما کمک کردن.